سلام های تر و تازه بنده موشکاف و پذیرا باشی. عرض کنم که این سیدعلی یه کبریت بی خطر داره به نام امامی کاشانی. طرف یه جنازه مومیایی شده است که هر وقت سیدعلی میخواد زیرابی تی کنه و خلاصه حرف و حدیثی پیش نیاد، یارو رو میاره تو جمعه بازار. این هفته هم همین کارو کرد، منتها چیزه، اصلا چرا من بگم، خودتون ببینید. نکته اول این است که نظام جمهوری اسلامی از همون روز اول امتحان خودش رو داد که نمیخواهد خونریزی کنه، نمیخواهد ناامنی کنه، بلکه طرفدار امنیت، بلکه حامی مستضعفان و محرومانه. 34 سال نظام جمهوری اسلامی خودشو نشان داد. ببین چی میکنه این زهر. ولایتی که 34 سال روی بمبوندن و ترکوندن و نفس کش ترکیدن سوار بوده، حالا با یه گیلاس زهر طوری به فسفس افتاده که باید یکی مثل این مارچوبه رو بیاره تا روزه حقوق بشر بخونه. حالا صبر داشته باشید، این فقط یه نمونه بود، باقیشم موشکافی کردم. یه نکته دیگم اینجا که این رو چند بار هم وزیر خارجه امریکا و مخصوصا هی تکرار کرد و اون این بود که میگفت که ما این تحریم ها رو کردیم و با این تحریم ها ایران تسلیم شد، ایران پای مذاکره آمد. این نکته رو هم باید بدونیم که عزت ایران، اقتدار ایران بر اساس معنویته، بر اساس مادیت نیست. شما دنیای مادی هستید و اصالت رو به ماده میدید. اسلام اصالت رو به روح میده، اصالت رو به اندیشه میده، اصالت رو به معنویت میده. حاجی اینجا دیگه به جای یه سوتی دو سه تا سوتی رو با هم سیخ زدی. هم سینه خیز رفتن سیدعلی به ژنو رو لو دادی، هم دست خالی عظما رو رو کردی. تنها سوالی که باقی مونه اینه که شمایی که اینقدر به اندیشه و معنویت اصالت میدی، پس چرا با زانوی زخم و زیلی هی تو مسیر ژنو سگدو میزنید ها؟ خب همه چی رو ول کنید، دو دستی بچسبید به معنویت دیگه. البته اقتصاد مهمه، نقش داره بدون تردید، تحریم ها مردم رو مشکل میاندازه، آزاد کردن رفاه ها میاره، ولی این معنا نیست که شما میگید که ما با تحریم ها ایران را برگردوندیم، بر سر مذاکره آوردیم، ایران را به چنون روز انداختیم. تمومش کردی؟ یعنی با همین سوتی های زنجیره اید یه تصویر کامل از دلپیچه ولایت رو به نمایش گذاشتی. سیدعلی از یه طرف دنبال یه سوراخی واسه نفس کشیدنه، از طرف دیگه میخواد مثل قبلنا غنی‌سازی در زیر عبا رو ادامه بده. این پاسدار دماغ سوخته درد اتمی سیدعلی رو اینجوری رو میکنه. اما ما به اصطلاح سوالمون این هست که ما تیم هیئت مذاکره کننده ما که مورد اطمینان هم مقام معظم رهبری، هم ملت به اصطلاح هستن و هم مجلس به اصطلاح هست، باید یک مواضع به اصطلاح هجومی به اینها گرفته بشه، به تیم پنجه به علاوه یک. ما میگیم دفاعی نباید به اصطلاح برخورد بشه، اما ما میگیم که به اصطلاح مثلا بحث اورانیوم 20% رو ما برای چی از بین ببریم؟ آخه گیج قلی، بعد از این همه مذاکره بازی و زهرخوری تازه میگی 20% رو برای چی از بین ببری؟
گوگیجه سیدعلی رو ملاحظه کنید دوستان. خودش هم نمیدونه چه غلطی میخواد بکنه، هم میخواد از تحریما خلاص شه، هم نمیتونه از بمب دل بکنه. سیدعلی افتادی تو سرازیری، داری میری، هی میری، خرقلت تو بزن اوزی، خرقلت تو بزن. شب سر بخور پیمونه پیمونه، ساقی مه پیکره تو شیخ فریدونه، اونقدر کوتا بیا تا چفشی تو تا بود، اون که بار شاهی کنه رفتن جانی جونه. کوس من عاقبت زهرو میدونم، اون بگه غنی نشه من نمیدونم، من مثل امشب مثل هر شب جام زهر تو دستمه، یه گیلاسی خوردم بستمه، یه گیلاسی خوردم بستمه، یه چشم به تحریما چشم دیگنده هستمه، یه گیلاسی خوردم بستمه.